رئیس جمهور اسلامی ایران میگوید حل مشکل FATF و رفع تریمها ها دست خود ایران است و می توانیم همین هفته تصمیم بگیریم که آن را تمام کنیم یا می توانیم تصمیم بگیریم که ماها ادامه پیدا کند. حسن روحانی که در نشست هیئت دولت سخن می گفت این اظهارات را در واکنش به انتقادها از عملکرد دولت و مشکلات گسترده اقتصادی ایران بیان کرد. او اظهار داشت همه میگویند دولت خوب مدیریت نکرد و هیچ کسی توضیح نمی دهد که ریشه آن کجاست. رئیس جمهور ایران افزود مثلا FATF دست خودمان است و می توانیم همین فردا آن را های کنیم و روابطمان با بانک ها حل و فصل شود. یا ما در جنگ اقتصادی پیروز شدیم و فقط تحریم باقی مانده که آن هم دست خودمان است و می توانیم همین هفته تصمیم بگیریم که آن را تمام کنیم یا می توانیم تصمیم بگیریم که ماها ادامه پیدا کند. ایران و شش قدرت جهانی تا کنون شش دور مذاکره برای احیای برجام در وین برگزار کردند ولی ای طرفین هنوز تاریخی برای دور بعدی مذاکرات اعلام نکردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز هشتم تیر ماه گفته بود که شخص علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی باید درباره حل اختلاف های باقی مانده در مذاکرات وین تصمیم بگیرد. از سوی دیگر لوایح FATF که روحانی به آن اشاره کرده است سال هاست که در مجمع تشخیص مسلحت نظام خاک می‌خورد و این در حالی است که فعالان اقتصادی ایران میگویند عدم تصویب ها و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه پولشویی باعث به حداقل رسیدن داد و ستد مالی و بانکی حتی با کشورهای چون چین و روسیه شده است اما اصولگرایان که اکثریت مجمع را در اختیار دارند میگویند با تصویب این لوایح دست ایران برای کمک به نیروهای نیابتی از لبنان و دیگران بسته می شود. حسن روحانی در ادامه گفته است بیش از 190 کشور دنیا در چهارچوب FATF عمل می کنند. تنها ما و کره شمالی از آن بیرون هستیم. ما در دولت یازدهم به آن برگشتیم و وقتی در داخل کشور دچار مشکل شد در لیست سیاه قرار گرفتیم. خب این ریسک کشور را بالا می برد و با این اتفاق چه کسی میخواهد در کشور سرمایه گذاری کند؟ از چهار لایهی که باید در این زمینه به تصویب نهایی برسد، دو لایه مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی مصوم به پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریست با وجود اصرار دولت حسن روحانی همچنان در مجمع تشخیص مسلحت نظام بلا تکلیف است. رئیس جمهور ایران در بخش دیگری از اظهاراتش گفت که از دوازده مرداد یک هماهنگی کامل بین هر سه قوه به وجود خواهد آمد و بعضی ها از شغلشان میافتند و بیکار می شوند اما به هر حال همه از یک جناح و تفکر می شوند و یک هماهنگی به وجود می آید. دوره ی ریاست جمهوری حسن روحانی روز دوازده مرداد به پایان می رسد و ابراهیم رئیسی که فرد پیروز در انتخابات 28 خورداد امسال معرفی شد اداری قوه مجریه را بر عهده خواهد گرفت علاوه بر دولت آینده که در اختیار اصولگرایان نزدیک به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود اکثریت مجلس و غلام حسین محسنی اژهای رئیس قوه غذایی نیز از طیف اصولگرایان هستند رسانه ها و چهره های نزدیک به این طیف در هشت سال گذشته دولت حسن روحانی را هدف شدیدترین حملات خود قرار داده و ناکامی های اقتصادی کشور را ناشی از عمل کردان می دند. روحانی در مقابل سنگندازی مخالفان و تحریم ها را عامل مشکلات اقتصادی ایران معرفی کرده است. او در همین زمینه گفت که برخی مشکلات درباره سرمایه گذاری مربوط به داخل می شود و اگر همه قوا هم نظر باشند قابل حل است ولی وقتی هم نظر نیستن خب باقی میماند. حشمت الله تبرزدی می گوید باهیه برجام مشکلات ساختاری جمهوری اسلامی قابل رفع نیستند. بحران ناشی از قطع برق می تواند خطرناکتر از بحران افزایش قیمت بنزین باشد. هم جنس اعتراض ها تغییر کرده هم رژیم قدرت سرکوب اعتراض ها را از دست داده است. رژیم نه توانایی تأمین خواسته های مردم را دارد نه قدرت سرکوب آنان را اوضاع ایران آشفته است به این میتوان از خلال قطعه های برق در سراسر کشور نبود آب در برخی مناطق افزایش بیوقفه مرگ و میر در نتیجه کرونا ناتوانی حکومت در اداره پیش پا افتاده ترین امور جامعه پیشروی فقر و سرخوردگی و غیره پی برد به قول حسن روحانی زیرساختها در نبود پول و سرمایه گذاری خارجی فرسودند و این یعنی ادامه وضعیت کنونی مگر آنکه به گفته که وی حالا که قدرت با آمدن ابراهیم رئیسی یک دست شده زمینه ی حل این مشکلات در تعامل با آمریکا برای رفع تحریم ها فراهم شود اما آیا چنین استعداد و احتمالی در حکومت قابل تشخیص است و آیا سازش با آمریکا مشکلات کلیدی جمهوری اسلامی را حل می کند و مثلا مانع از گسترش اعتراضهای های اجتماعی می شود؟ در پاسخ به این سالها و سالهای دیگر حشمت الله تبرزدی تحلیلگر و فعال سیاسی در ایران از جمله گفته است اظهارات حسن روحانی یک آبروریزی برای نظام اسلامی است وقتی که او به شکست اقتصادی و ناتوانی قدرت اعتراف و تصریح می کند که بدون تعامل با آمریکا برای رفع تحریم ها آن هم از رئیسی و قدرت یک دست شده حول او و رهبر این شکست و ناتوانی قابل حل نیست با این حال من تردید دارم برخلاف تصور روحانی یا سایر رهبران حکومت اسلامی که حتی با احیای برجام مشکلات کلیدی و ساختاری جمهوری اسلامی قابل رفع باشند به ویژه وقتی که خود آنان از جمله علی خامنه اعتراف می کنند که ریشه 80 درصد مشکلات و نابسامانی های کشور داخلی است یعنی فساد و ناکارآمدی خود قدرت است افزون بر این اوضاع هم تغییر کرده است ما دیگر در شرط امضای برجام نیستیم حتی اگر فرض کنیم که با معجزه یا برجام مشکلات امروز ایران قابل رفع باشند ابر بحرانی که بر اساس پیش بینی برخی کارشناسان قرار بود از شهری بر ماه آغاز شود به دلیل ناکارآمدی و فساد جمهوری اسلامی همکنون و سیر ماه آغاز شده است بحران ناشی از قطع برق میتواند خطرناکتر از بحران افزایش قیمت بنزین باشد چون مستقیما با اعصاب و روان و مرگ و زندگی افراد هر لحظه بازی می کند. بنابراین همجنس اعتراض ها تغییر کرده هم رژیم قدرت سرکوب اعتراضها را از دست داده است. اعتراضها در واقع مدت ها شروع شده گیرن به دلیل مشخص به ویژه به دلیل ناتوانی مخالفان در تعریف و جا انداختن بدیل و رهبری سیاسی هنوز نتوانستند به خود شکل دلخواه یعنی شکل یک جنبش سیاسی همگانی هدفمند را بگیرد. اگر این مشکل نبود مسائل از همان دی ماه 96 سویه و سرانجام دیگری میافت. با این حال ویژگی وضع حاضر این که رژیم نه توانایی تامین خواسته های مردم را دارد نه قدرت سرکوب آنان را نیویورک پست نوشت رئیسی یک هیولای تمام ایار و دشمن اقلیت هاست نیویورک پست درباره انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور نظام ولایت فقیه نوشت رئیس جمهور جدید رژیم ایران یک هیولای تمامیار و دشمن اقلیت هاست. رژیم ایران یک حکومت استبدادی هولناکیست است که میخواهد وانمود کند یک دموکراسی است. ظهور ابراهیم رئیسی خبر بدی برای تمامی مردم ایران خصوصا برای اقلیت های مذهبی است. دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی خدا نگهدار.